عشق بورز بر آنهایی که دلت را شکستند، دعا کن بر آنهایی که نفرینت کردند. درخت باشیم و بر غمها تبر بزنیم، بهار شویم و بخندیم که خدا هنوز بالای ماست. یکی از محدود آدمهایی که واژه انسانیت برازنده آنهاست کسایی هستند که میدانند ممکن هست خوبی هایشان جبران نشه، ولی بازم محبت میکنن و مهربانی میکنن. سلام و وقتتان بخیر عزیزان دلم، امیدوار هستم در هر نقطه این دنیا که هستین جور و صحت مند باشین و بیننده برنامه خودتان معرفت باشین. امروز هم آمدیم با جناب استاد بزرگوار سید زکریای اقبالی، آقای امور دینی، تا یک ساعت آینده امیدوار هستیم که داشتای خوبی را تقدیم همتان بکنیم و مفید تمام شود. و من امیدوار هستم و آرزو میکنم که در همیشه روز روزگارتان خوب و خوش باشه، سفرهایتان پر از رحمت و نعمت الهی باشه و خانه هایتان سعادت و خوشبختی و عشق و محبت جاری باشه، یعنی در هیچ خانه غم و مشکلات و سختی ها و کینه و کدورت ها وجود نداشته باشه. امروز هم آمدیم که در رابطه با موضوع معماری که صحبت بکنیم که وجه فرق بین جهان بینی عقل و باطل هست و چه تمایز هایی با هم دیگر داره، تا یک ساعت آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهد کردیم. جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدین، روزتان بخیر باشه. سلام عرض ادب حضور شما، حضور همه بیننده های شبکه جهانی آرزو، علل خصوص برنامه معرفت. خوشحالم که امروز هم برای یک ساعت در خدمت عزیزای بیننده قرار داریم. سلامت باشین جناب استاد، بسیار زیاد خوش آمدین، خسته نشده باشین. در این اوقات روز چه حال احوال دارین؟ چگونه سپری کردین یک روز؟ واقعا هر لحظه و هر ساعتی از روز انسان حالات متفاوت می داشت. بله. چون انسان موجود عاجز و ضعیف است. گرما شدید شد، هم کمی ناراحتی احساس می کنه. سرما شدید شد، هم ناراحتی احساس می کنه. بله. چون چه خداوند می خلق الانسان ضعیف و ما انسان را ضعیف خلق کردیم. واقعا ضعف خود را انسان می بینه که در گرمی و سردی طاقت نداره، اندک طاقت فرسا شوه، مشکل و چالش است. فقط دعا میکنیم خداوند استطاعت و طاقت در تمام امورات نصیب ما. الهی آمین. دوستان امروز در رابطه با وجه یا فرق بین جهان بینی عقل و باطل صحبت میکنیم و شماره تماس برنامه یا راه ارتباطی شما با برنامه معرفت 0794012 هست و شما میتونید که با ما تماس بگیرید و سوالات مختلف خود را با ما شریک بسازین. استاد، به عنوان نخستین سوال میخوایم بپرسم که ایده و شعار جهانبینی برای بشریت چیست؟ بدون شک هر جهانبینی و یا هر مکتبی که یک جهانبینی را برای بشریت پیشکش کردن طبعا با یک شعار بوده. بله. که دو تا شعار محوری جهانبینی ها داره: ایجاد جامعه ایدال، سعادت آفرینی برای بشریت. یعنی هر جهان بینی صدا بلند میکنه که هرگاه از طرز دید و از رهنمودهای این جهان بینی که ما داریم پیروی کنین، سعادتمندی از آن شما است، جامعه ایدئال برایتان خلق میشه. چرا انسان موجودی است که همیش در پی سعادت خود است. هیچ انسان دوست نداره که به شقاوت و بدبختی سر دچار شود. شما حتی اگر طفل را هم ببینین، بر اساس امو پندار طفلانی خود چیزهایی را میخواه که در زندگی برش منفعت داشته باشه، البته از امو ترزیدید طفلان هم. اگر یک انسانی که جوان هم است و را ببینین، اگر بخوایم از او سوال کنیم چی میخواییم، میخواییم یک انسان سعادتمند موفق باشه و یک در جامعه زندگی که جامعه ایدئال باشه و جامعه باشه که تمام خواسته های ما در اونجا به وجه احسن مرفوع شود. از این سبب شعار که جهان بینی چی حق و چی باطل سرمیته ایست که ما بشریت را به سوی سعادتمندی فراخوان میتیم، برای بشریت یک جامعه ایدئال خلق میکنیم. دو چیزی است که بشر واقعا سخت آرزومند از او است که چیکار کنند تا سعادتمند شوند، چه کار کنن تا یک جامعه داشته باشن، جامعه ایدئال از هر حیث، تا در او جامعه مالشان جانشان در امن باشه و خواسته هایشان به وجه احسن مرفوع و برآورده شود. پس ما گفتم می توانیم که جهان بینی که امروز چی دینی و چی غیر دینی است می بینیم شعار را داره، اما اینکه کدام جهان بینی خواسته ها را به وجه احسن برآورده میکنه این گپ جدا است. بله. بازم استاد تماس داریم در لحظات، تماس را از همکارا میگیم که وصل بسازن به برنامه.
بله سلام علیکم، وقتتون بخیر، به برنامه معرفت خوش آمدین. بله سلام علیکم خارج خانم. علیکم السلام، بسیار زد خوش آمدین به برنامه معرفت، بفرمایین. خارج خانم اسمم زیبا سهلاک جوجان با تماس شدم. از ولایت جوز، بله زیبا جان از جوز جان با تماس شدی، بفرما خواهر عزیز سوالت را. امی سوال ما 10 سال شده که شوارم برای ما خرج مصرف نداده خواهم. چه مدت میشه؟ 10 سال میشه. بله. 10 سال میشه ما خرج مصرف ندادم، ما پیش مادرم هستم. امو برای ما میگه که ما طفل ما بیتی، ما میگه ترا طلاق ما میتم امو تا اعلام میکنم. امی شریعت قبول میکنه که او دمت طفل ما رو بگیره و امو تا ما رو اعلام کنم. خب شما چند طفل دارین؟ یک دانه طفل دارم. دختر است پسر؟ بچه گفت. آها. یک طفل دارین، طفلتان چند سال است؟ 10 سال است. بسیار خوب. 10 سال است که شما ازدواج کردین و یک طفل دارین و شوهرتان شما را هیچ نفقه نداده و حالا میگن که طفل میگیرم و شما را رها میکنم، درست؟ بله. درست است. منتظر جوابتان باشین. فعلا وقتتان بخیر، روزتان خوش. استاد خب دلیل ازت بهتر است که جواب سوال اینا را داشته باشه. خواهر ما گفتن حتما گرفتین سوال. بله سوال گرفتم. یک چیز را متوجه باشیم، از دیدگاه شرع مبین هرگاه شخص یا زوجی با زوجه تشکیل نظام خانواده میته یا پسر با دختری، یک سری حقوق و تکالیف است که متوجه یک مرد میشه. بله. اوی عبارت است مسکن است، ملبس است، خوراک است، که ای است به حساب حقوق است و جیبه های است که یک زن بر بالای شوهر خود داره. بله. تا وقتی که در قید نکاحش است قطعا نمیتونه که او را محروم بسازه از حق و حقوقی که بر بالایش داره. شما ببینید در نکاح، در انعقاد عقد تاکید و کفاهت و یک سری قواعد به خاطر از میشه که تشکیل نظام خانواده از منظر اسلام یک گپ ساده و محمولی نیست. چرا هرقدر نظام خانواده ها سالم بود، تعدادش بنیاد محکم داشت، همون قدر یک جامعه و اجتماعی ما سالم می داشته باشیم. بنابراین ملحوظ نظر و سوالی که خواهر ما کردن، شوهرشان حق تلفی میکنه. چرا؟ هرگاه مشکل و چالش در قبال سازگاری از یک زوجه باشه، حتی شریعت فی البدیه نمیگه که تو را طلاق بده، مراحل خود را داره. به خاطر تعدیبش میگه از خانمت مدت زمان دور باش و توصیه و نصیحت کو، تعدیب کو. اگر در نهایت تمام خانم اصلاح نشد، رای نهایی باز طلاق یا فسخ است. در این صورت که خواهر را 10 سال است که از خود دور ساخته و طلاقم نمیته و نفقم نمیته، واقعا یک از به حساب اگر بگویم این شخص ارکی است، جنایت و جرم را در مقابل خانم خود مرتکب شده، میتونن خواهر به محضر قاضی برن، حتی قاضی حق داره که میتونه و شوهرش را بخواهد و سرنوشت خواهر را مشخص و معلوم بسازه. اگر زندگی میکنه باید نفقهش بده، اگر نمیکنه باید طلاق، و اگر طلاق هم میده بعد از گذشت عدت میتونه امی خواهر یک تشکیل نظام خانواده جدید بده. بله، یعنی 10 سالی که نفقه نده خودش طلاق محسوب نمیشه که هیچ احوال. قطعا در صورت که این شخص میگه من طلاق نمیتونم، اما تو به حال خود وا میگذارم. چرا؟ در اینجا طلاق چون نداده مرد، طلاق که نده طلاق نمیشه. این خواهر ما میتونن در محضر قاضی برن، موضوع را برای قاضی امو محل و مربوطه مطرح بسازن و او طرف رم جلب شود تا اونجا قاضی بین از یا حاکم کنه و فیصله کنه. باز اینجا که مقصر کیست اون مسائل است که به خود از آن. بسیار خوب، بازم تماس داریم. سلام وقتتان بخیر، خوش آمدین. بله صدای ما را دارین؟ بله بله. خوش آمدین به برنامه، لطفا میشه که صدای تلویزیونتان را پخش بکنین. بله سوالتان را بفرمایین. بگم بسیار دارم. سلام به شما و بیننده ها و تمام همکارای شما. علیکم سلام. بسیار دارم مثال به زن دادم و ختمه کده مطلب کده این روز مثال ما را همی
به چند تا اولاد دیگه هم پسندها را کدن ما حق داریم سر دو گیرونی به اقتصاد معنوی یا مادی مثل داشته باشه؟ بله، گفتن که طفل را داشتم و کلانش کردم بالاخره ازدواج کرد و حال ما را ترک کرده. فرزند خودشان است؟ بله فرزندشان است. حال حقوق پدر یا والدین یا پدر و مادر بالای از او فرزند چی است؟ شما ببینید همه بیننده ها علل خصوص جوان های عزیز که تشکیل نظام خانواده میتن بعد حقوق پدر و مادر رعایت نمی کنن به گوش باز بشنون. من یک آیت میگم و یک دو حدیث. خداوند در کلامش میگه ولا تشرک بالله و بالوالدین احسانا. شما ببینید بعد از حق خود الله بزرگ حق والدین را اینجا مشخص کرد، یعنی پدر و مادر بیشترین حق را بر بالای فرزند داره. کسی آمد به محضر پیامبر علیه السلام از پدرش شکایت کرد، گویا پدرم چنین کرد چنان کرد. پیامبر به یک جمله گفت تو و هر چی که دارید متعلق به پدرت هستی. و مسئله دیگه که در حدیث است که پیامبر عظیمشان سه بار در منبر که بالاشان آمین گفتن. بعد صحابه سوال کردن یا رسول الله برای چی آمین گفتن؟ حضرت جبرئیل آمد گفت یا رسول الله ار آن کس که ماه رمضان در میابه طاعت و عبادت نمیکنه گناهش مغفرت نمیشه خدا او را هلاک کنه، پیامبر آمین گفته. دوم یا پیامبر خدا ار آن کس که پدر و مادر را در کهنسالی در میابه و از اون ناراض است خدا او را هلاک کنه، پیامبر آمین گفته. و ضمناً هر آن جایی که نام تو گرفته میشه علی مجلس درود نمیفرسته خدا او را هلاک کنه، پیامبر آمین گفته. یعنی از دید اسلام حق والدین بسیار برازنده و مشخص است. هرگاه فامیل پسر خود را بایستو تربیت میکنه، تشکیل نظام خانواده میته، اما پدر و مادر مشکل و چالش اقتصادی داره و او پسر امکانات داره و پدر و مادر کمک نمیکنه، متوجه باشه که دعای بد شامل حالش میشه. حق اولویت برای خدمت پدر و مادر است که در قید حیات است. شما ببینین که خدا در کلامش میگه که در مقابل پدر و مادرتون اف نگوین. چی برسه ای که مشکل داره، چالش اقتصادی داره و تو هم ای فرزند جوان که به خون دل پدر و مادر تو را بزرگ ساخته و امروز خبر از پدر نمیگیری، احوالش نمیگیری، کمکش نمیکنی، نفقیش نمیتی، تو متوجه باش که گناهی بزرگی را مرتکب شدی. بله بدون شک شما حق دارین برادر عزیز بر بالای فرزندتان، حق پدری دارین و باید او فرزندتان که امکانات داره و امرار معاش از یک آدرس داره نفقه شما را که شما ندارین، مشکل و چالش دارین باید بکشه، حتی واجب است به گردن او فرزند جوان که کار را باید بکنه. دقیقاً خداوند بزرگ و مهربان هدایت داشته باشه همه ما را تا اینکه حقوق والدین خود را مد نظر بگیریم. واقعاً در جامعه‌ای که زندگی میکنیم بیشتر از رویدادهایی که در این رابطه هست اتفاق افتاده و ما دیدیم. بازم تماس داریم. سلام وقتتون بخیر، خوش اومدین به برنامه معرفت. همکارا میگن که قطع شد تماس. خب هر صورتش روز قبل هم جناب استاد یکی از هموطنهای ما تماس گرفته بودن و سوال پرسیده بودن، به اساس قلت وقت نتونستیم که برش جواب بدیم. این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از دنیا رحلت کردن کی جنازهشان را خواندن و چگونه دفن شدن، در این رابطه یک مقدار معلومات نیاز داشتن که از شما میشنویم. وقتی پیامبر گرامی علیه السلام در عمر 63 سالگی و چند ماه بیش نبود از دنیا رحلت کردن، در همون خانه که زیست میکردن قبض روح شدن. اختلاف بین اصحاب شد که در جنت البقیه باید دفن شود، اما معمولا طبق سنت الهی هر پیامبر در هر جا که قبض روح میشه اموجه باید تکفین و تجهیز و دفن خاک شود. پیامبر علیه السلام در اون خانه دفن خاک میشن. اول کسی که پیامبر علیه السلام را جسد مبارکشان شستشو کرد حضرت علی کرم الله وجهه بود با دو صحابه دیگه. وقتی دفن و تجهیز شد جنازه پیامبر را اول شخص که خوان حضرت عباس بن عبدالمطلب کاکای پیامبر علیه السلام بودند. بعد از او از مهاجرین گروه گروه آمدند به شکل جماعت و امامت نماز جنازه پیامبر برگزار نشه، هر کس به شکل جمعی آمدن انفرادی نماز جنازه را خواندن. چرا؟ چون خود پیامبر علیه السلام امام الانبیا بودن. ز این سبب حضرت علی کرم الله وجهه و جمع صحابه به همی اتفاق نظر کردن که به امامت یک شخص اما جماعت نباشه و ضمناً جا بسیار تنگ بود. ز این سبب نماز جنازه پیامبر علیه السلام به شکل انفرادی
گروه گروه صحابه آمدن، خواندن، اول مهاجر، بعد از انصار، بعد اطفال، بعد حتی زنها آمدن به سر جنازه مبارک پیامبر علیه السلام نماز جنازه خواندن، بعد از او در همون مکان دفن خاک شدن. بله، امیدوار هستم که دوست عزیز ما گرفته باشن سوال پاسخ سوالشان را. حالا هم دوستا یک رفت برگشت کوتاه داریم، فراموش نکنین، در ادامه با شما هستیم. خدا را گفتم بیا جهان را تقسیم کنیم. آسمان برای من، ابرهایش برای تو، دریا برای من، موجهایش برای تو، ماه برای من، خورشید برای تو. خدا خندید و گفت تو بندگی کن و انسان باش، همش برای تو، حتی منم برای تو. در ادامه برنامه معرفت با شما هستیم دوستان عزیز. برای ارتباطی شما با برنامه شماره تماس 0190-4012 هست و شما میتونید که سوالات خود را در این بخش شده ای برنامه با ما شریک بسازین و امروز هم در رابطه با فرقهای جهانبینی صحبت میکنیم. استاد میخواییم در این لحظات هستم بپرسم که چند تیف جهانبینی در کل در تمام جهان و اعتقاد مختلف صورت گرفته وجود داره؟ ما شما در برنامه قبلی پیرامون انواع جهانبینی ها صحبت کردیم. جهانبینی علمی، فلسفی، دینی و یک جهانبینی به نام سفسطی. اما وقتی در تیف های جهانبینی ما میبینیم در کل کلن به دو طرز دید تقسیم میشه، یکی حق دیگه باطل. بله. چرا خداوندم در کلامش میگه برای حضرت انسان که خلیفه خدا هست علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین. ای انسان، آیا برای تو دو چشم ندادیم، یک زبان و دو لب دادیم و دو راه نشان دادیم؟ راه سیمی وجود نداره. کلن بشریت امروز و تکاپو زندگی سر و سامان میتن، جهتش یا به سوی حق است و یا باطل است. جهان بینی ها هم به دو تیف تقسیم میشه که هر کدام به خود راهکار، روش و رهنمود آیه را پیشکش میکنه که بالاخره در مکتب خود پیرو خود را داشته باشه. شما ببین از بد و پیدایش حضرت انسان میبینیم که جبهه حق و باطل از همدیگر جدا میشه. بله. آغازین محلش که امانا شیطان است که مکتبدار جبهه باطل است. بله. و با سر باز زدن از سجده به محضر خدا و محضر آدم به امر پروردگار سر باز میزنه و سجده نمیکنه و دلیل پیشکش میکنه و من نیت و تکبر خودخواهی و روا میداره که سجده نکنم. بعدش هم ما میبینیم که شیطان دست به کار میشه به خاطر که در مکتب باطل پیرو به خود پیدا کنه. وقتی آدم به دنیا هبوط میکنه بین فرزندان آدم یک تفرقه ایجاد میکنه به خاطر مقبولیت قربانی حابیل و نشدن از قابیل. میبینیم که قابیل بلند میشه، حابیل برادر خود را به قتل میرسانه. بله. از اینجا میبینیم که واقعا انسان در دنیایی که داره زندگی میکنه جبهه های مشخص را داره، حق و باطل. به قول جال حق و زهق الباطل، این الباطل کان از وقا. در این شک نیست که هر کدام این مکتب از خودم پیرو داره و هم راهکار داره. اما راهکار کدامش مفیدیت داره، حقانیت داره، علمی تر است، مؤثرتر است و انسان نه درش سعادتمندی دنیا و آخرت برمقان میاره، او باز در رابطه باید صحبت خود. بسیار خوب استاد. بازم تماس داریم. خواهر ما ممتاز از ولایت زیبای کندوز تماس گرفتن. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه معرفت. ممتاز هستم از ولایت کندوز. بسیار خوب، خوش آمدین برادر به برنامه. خواهر گفتم با منظرت که نامای ممتاز هم به دختر هست هم به پسر هم. بسیار زود خوش آمدین، بفرمین. برادر ما معلوم است، برادرم مانده بگم نسی. بسیار خوب، سوالتان رو بفرمایین. سوال ما یه مولای صحبی هست که در بین مسجد ذکر کردن قیتسته نشینی بگردی، یعنی سواب هست گناز. در بین مسجد شما میخواین که ذکر بکنین؟ آها. آها، و داین ذکر کردن راه برین، درست است؟ بله، در بین مسجد همی گناه تا سوام است. آها، درست است. منتظر جوابتان باشین. وقتتان بخیر. وقت خوش باشه. برو هستین.
مسجد جای عبادت است. برادر ما گفتن ذکر کردن در مسجد یا این ذکر کردن راه گشتن هیچ اشکالی نداره. بله. اما مستحب ایست که وقت ما وارد مسجد میشیم آداب مسجد را هم رعایت کنیم. مثلا وقتی که شخص وارد مسجد میشه با پای راست اللهم افتح لی ابواب رحمتک میگه، وقتی وارد میشه دو رکعت نماز تحیه مسجد بخوانم، بهتر است، خوبتر است در یک جا رو به قبله بنشینه، تسبیح داره یا نداره مهم نیست، حتی با سر انگشتان، چرا خداوند به تسبیح نمیبینه، خداوند به مو نیت و ذکر آنچنانی که واقعا ذکر با حضور باشه این مطرح است. چرا هستن بسیار کسی هستن با سر و صدا نام خدا را میگیرن اما حضور نیست، اگر جهریه است هم اشکال نداره، اگر خفیه است هم اشکال نداره، آدابش رعایت شه. اما اینکه به مسجد بدون کدام دلیل صبح دو و صبح گرد با ذکر کو این فکر کنم اما آداب مسجد را رعایت نمیکنه. دقیقاً. بله استاد، ما سوالات بعض خود را میپردازیم که جهان بینی باطل و کدام نوع جهان بینی میگه و راهکارهای برای جهان بینی بر حق کدام هاستی که ما یک جهان بینی بر حق داشته باشیم؟ جهان بینی باطل معمولا وقتی ما باطل میگیم شعارش هم باطل است. جهان بینی باطل و جهان بینی است که مکتب داران باطل، پیشگامان مکتب باطل که پیروان شیطان هستند، اگر بگوییم بعید نیست، همیش بشریت را به خاطر اغراض و غرایز و خواسته ها و منافع خود به نوعی از آنها فریب دادند، چنانچه که شیطان هم راهکارش توأم با فریب بود. چون حضرت آدم علیه السلام را وقتی خداوند وارد بهشت کرد در سوره اعراف و مضمون آیه مبارکه است که عربیش به یادم نمانده، خداوند میگه که از این میوه ممنوعه استفاده نکو، اما شیطان میگه با ما مکر و کیده که داره، حتی قسم یاد میکنم که اگر از این میوه ممنوعه تو استفاده کرده ای آدم و حوا، دو حال خالی نیست، یا ای که شما به ملک تبدیل میشین یا ای که دائم در جنت میمانین. ببینیم که با مکر و کید خواست که آدم علیه السلام را مرتکب اشتباه بسازه و این باعث میشه که آدم بیرون میاد. از این طرف هم ما میبینیم که باز هم راهکارش باطل و شعارش باطله. شما ببینید یکی از مشهورترین جهانبینی های باطل جهانبینی سفسطی است که پیروان مکتب ماتریالیست که اینها دائم در جامعه بشری شعار میدادن که ما بشریت را به سوی سعادتمندی سمت سو میتیم، برای بشریت جامعه ایدئال میسازیم، یعنی ما دیگرا هستن. چون اینا چون پندارشان نسبت به انسان خیلی محدود است، بود معنوی انسان را اونها منکر هستن، اونها یقین دارن آنچنانه که یک گیاه از زمین بلند میشه، مدت زمان در عالم هستی عمرش سپری میشه، پس به اینجا خاک میشه، دیگه نیست میشه. انسان هم مانند یک گیاه است، انسان هم مانند یک موجود مادی است و دیگه کدام موضوع معنوی نیست. به او خاطر ببینه که در مکتب خود زیربنا و تعداب اما فکر و پندار طرز دید خود را اقتصاد قلم داد کردن. شعارشانی بوده که هر قدر در یک جامعه اقتصاد بلند بره و آگاهی بلند بره، دیگه همه انواع بدبختی ها و شقاوت ها، معصیت ها، گناه ها از جامعه رخت میبنده. به او خاطر اینها آمدن در اما مکتب خود جامعه را به چند بخش تقسیم کردن که انسان ها اولا در حالات ابتدایی زندگی قرار داشتن به نام کمون اولیه و بعد مرحله دوم را آمدن گفتن که انسان ها بالاخره به پیسه و پول و سرمایه دست یافتند، فیودالیسم را با سرمایه داری را با کمونیسم را با سوسیالیسم را، این مراحل را مکتب. خب بالاخره گفتن در هر جامعه که فاصله طبقاتی باشه در او جامعه بدبختی است، که یک طبقه استثمارگر است و یک طبقه زیر سطح استثمار شونده است، حاکم و محکوم است. خب اینا چی کار کردن؟ اینا آمدن برای بشریت یک طرح دادن، گفتن ما وقتی میتونیم که مالکیت های خصوصی رو لغو کنیم، یک جامعه اشتراکی داشته باشیم. ما خرد بودیم در زمان ترکی و حفیظ الله امین امیای کمونیستایی که بودن، شعارهایشان به گوش ما میرسید که اونها میگفتن زیر بین انسان ها تقسیم نشه، زن زمین زهر. بله. قدر یک پندار بی ارزش و خیلی پیش و پا فتاده. با این شعار بلند و بالا
آمدن خواستن که با جامعه بشری را به سوی به حساب بلند بردن اقتصاد سمت سو بتن. اینا آمدن جامعه اشتراکی را مدرک کردن، مالکیت خصوصی لغو کردن. خب در نتیجه اینا 74 سال عزیزا بیادشان هست آمدن حاکمیت در سر تاثر شوروی داشتن، حتی بیرون شوروی. ادامه صحبت تا شما را استاد می داشته باشیم، بس خیلی جالب است و من همچنان مطمئن هستم با دوستم. حالا تماس داریم، برادر ما عزیز الله از ولایت زیبای پروان تماس گرفتن. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. علیکم سلام، خوش باشین. یک سوال داشتم، من مالی سه گفتم برادرم در بندی بود چند وقت پیش، یه 4000 اونی من در یک زیارت نظر گرفتم، گفتم وقتی خلاص شدم من 4000 اون نظر می کنم. حالا گفتم نظر اما به غریب بودم سایی میشه یا به زیارت نظر کنم. بله، اون نظر را که شما دگردن گرفته بودین، گفته بودین که باید به مو زیارت ببرین. حالا میگین که او را من به زیارت ببرم و یک به یک فرد که نیازمند است من اون نظر را بتم، درست؟ چی نظر گرفتم؟ بله. در رابطه با نظرتان هم بگوین که چی را به گردن نظر گرفته بود. 4000 افغانی را استاد میگن در گردن نظر گرفته بودم، بخاطر که برادرشان بندی بود. درست است. دیگه سوال ندارین؟ نه، وقتتان بخیر، منتظر پاسختان باشیم. استاد ادامه صحبت های شما رو میداشته باشیم. شما اینجا ببینین، اینا آمدن چون مالکیت خصوصی رو لغو کردن، یعنی در اجتماع جامعه اشتراکی هیچ کس حق نداشت که دکان از خود داشته باشه، سرمایه از خود داشته باشه، فابریکه از خود داشته باشه. همه تعلق به دولت داشت و هر کس که کار میکرد برایشان مزد میداد. با یک شعار داشتن، شعارشان اینو میگم، کار به اندازه توان و مزد به اندازه کار، یک شعار دادن. بعد حتی رفتن به خاطر که مردم را بیشتر توجهشان را به طرز دید باطل معطوف بسازن، یک شعار بلندتر دادن، گفتن کار به اندازه توان، مزد به اندازه ضرورت. بله، که بسیار برای مردم جالب بود. حالا ما میبینیم که آیا این جامعه که اینها ساختن، آیا امو ادعای بلند و بالایی که داشتن واقعا برای بشریت، امی مکتبدار جامعه ماتریالیستی که فلسفه جهانبینی سفسطی دارن پیشکش کرده تا نسن رده. یک مثال در اون زمان، مثلا یک سلمان وقتی که موی کسی پیشده میگه مثلا حدود 3.5 رابل مزد داشت که 4.5 دلار میشد. متوجه شدین؟ اگر در اوسط میانه 20 نفر را روزانه چی میکرد؟ سرش را کم میکرد، اصلاح میکرد، 70 روبل که 90 دلار میشد. اگر روزهای جمعه زیره بکشیم، حدود 16-17 دلار میشد. ماهانه ماشدی. اینها چی کار کردن؟ چون این جامعه جامعه اشتراکی است، سلمان عقل نداشت که پول از آن خود داشته باشه. دیگر میامد از طرف دولت، از طرف زعامت، همه پول آرامه گرفت. بساس نیازشی پول میگرفت. بساس نیازی باشه چقدر مزد میداد؟ حدود 54 روبل که چقدر دلار میشد. اینی از 100% 5% برای امی سلمان اصل ماش خودش هم میداد، دیگهش غصب میکردن، استثمار میکردن، حق مردم میگرفتن. و گفتن در این جامعه باز ما رشوه، اختلاس، فحاشتن و امر از بین میبریم. با وجودی که از بین برده نتانستن، در زمانهای سابق دوستا شاید یاد داشته باشن، بیشترین فحاشت، بیشترین منکرات، بیشترین رشوه ستانی در امو جامعه حاکمیت داشت و مظلوم مظلومتر شد، ظالم ظالمتر، نتیجه ای که اون سقوط شد. پس میبینیم که ایده یک ایده باطل و ناکارا که همه دیدن، اما ما ببینیم که باز در جهان بینی حق که پیروش مؤمنین واقعی، مکتبداران پیامبر هستند، حلم بردارانش انبیا، علل خصوص پیامبر خاتم هستند، طرز دیدشان برای بشریت یک طرز دید منصفانه، دقیق و سنجیده شده است. بله. مثال ساده شما براتون میگم. یک موبایل دست داشتیتون که شما به اختیارتون دارین، مثلا سامسونگ است یا آیفون است، امی ویژگی های ازیره، طریق استفاده ازیره، اما خود کمپانی خوب تر میفهمه یا ما؟ خود کمپانی که او را جور کرده، ساخته. وقتی که ما میگیم خالق ما الله است، رازق ما الله است، الله به نفع و ضرر ما بیشتر به خود ما میدانه. بنابراین ملحوظ انبیا آمدن، راهکارهایی را پیشکش کردن که پیرامون از این انشاءالله صحبت خواهد داشتیم. بله، موضوعات خیلی خوب و کلیدی را اشاره کردن جناب استاد. حالا در این لحظات هم یک تماس داریم. ولی سلام علیکم، وقتتان بخیر. سلام، خوب باشیم، بخیر.
تشکر، خوش آمدین به برنامه معرفت. اگر لطف کرده صدای تلویزیونتان را کم پخش بکنین خرسند میشیم. تشکر دارم. سلام استاد محترم، وقت شما بخیر باشه. سلامت باشین. بفرمایید کی هستین، از کجا با تماس شدین؟ تشکر، سلام خوب شما را زحمت بود. بسیار خوب. سوال خود را میشه مطرح بسازین؟ تشکر. سلام، سوال مایی بود آیا مایلی باشه در وقت قتل کنه یا خونه ناخ کنه آیا نماز خوندن به کی سر زو و روح نیست؟ سوال مایی بود. بله، دیگه سوال ندارین؟ تشکر. یک مولوی اگر قتل کرده باشد، یعنی امامت از او میشه نمیشه؟ پشت سر از او کسی که اگر دیگران نماز بخوانم امکان داره یعنی؟ درست است؟ درست. بسیار خوب، منتظر پاسختان باشین. استاد، میایم به سوال را که برادر ما عزیزالله از پروان کرده بودن. خب صحبت کردیم در رابطه به این بود که برادرشان مثلا زندانی بوده و نظر گرفته به گردن خود 4000 افغانی، آیا او را بره به زیارت بپردازه یا که نه به یک فرد که نیازمند باشن بپردازه نظرشان میشه؟ بله، یک چیز را بیننده های عزیزی ما هم از خواهرها و برادرها به گوش باز بشنوند. نظر یک عبادت است. نظر به غیر الله نمیشه، نظر به زیارت نمیشه، نظر به پیامبر نمیشه، نظر به نام یک شخص نمیشه. نظر یک عبادت است که انسان به محضر خدا میکنه و حضور الله میگه که خدایا توی کار مرا یا این مشکل مرا روا کو، من مثلا گوسفند را به نام تو ذبح میکنم، به فقرا و مساکین میتم، یا نماز یا روزه، هر عبادت را که به گردن میگیره. بنابراین ملحوظ، بدون شکر گرفتن نظر به زیارت غلط است. نظر به هیچ مرقد، هیچ حدیری، ولو که پیامبر باشه، جواز ندارن. نظر فقط و فقط عبادت است مخصوص، چون که ما نماز را برای الله میخوانیم، نظرم چون عبادت است که ما برای الله کنیم. بنابراین ملحوظ، خواهر گرامی ما 4000 افغانی که نظر گرفتن به محضر خدا که خدایا تو اگر برادر ما را از زندان آزاد کردی نظر میکنم، اما را به مستحق ترین و فقیر ترین انسان ها که اول همسایه هایشان است، در کوچه شون کشته است، بر از اونها اما را بتن، ای بهتر است. بله. از اینکه و برن به یک زیارتی که ممکن از او صد نو استفاده غلط. دقیقا، یعنی بیریا باشه کارهایشان، صرف به دروازه پروردگار باشه. زهرا خواهر ما از پروان هم تماس گرفته بودن تا اینکه همکارا وصل بشه، تماسشون قطع شده بود، ولی سوال را مختصرا پرسیدنی که نماز جمعه برای خانم ها چگونه است و زمان مشخصش چه وقت است که نماز اینو ادا بکنه؟ خب بدون شک نماز جمعه برای مردا فرض است. در اول ابتدا هم زمانی که رسول معظم اسلام علیه الصلاه و السلام حضور در نماز جمعه خانم ها می رفتن، اما مطابق با مو شرط و شرایطش، چون امروز فقها علما می بینن که اختلاط زن و مرد مطرح میشه، به او خاطر گفتن بهتر است که خانم ها نماز و مو خانه بخوانن، مستحب تر، احسن تر است. اما اینطور جای و مکان باشه کاملا جای برای خواهرها علایت باشه، مسیر و راه عبور و مرور علایت باشه، با مو شرط و شرایط خانم ها میایند، در بین از اونها دیگر تو اختلاط زن و مرد نباشه، اگر به نماز جمعه را بخوانن و از ابلاغ و تبلیغ علما استفاده کنن، این خوبتر و بهتر میشه. مشروط به کمی شرایط موجود باشه، اگر نباشه باز تجویز نمیشه. دیگه فکر کنم برادر دیگه ما در رابطه با نماز گفتن، دقیق یادم نمان سوالشان. بله، سوالشانی بود که وقتی که یک فرد قتل کرده باشه، بله، و او امام باشه، پشت سر از او نماز میشه نمیشه؟ شرایط امامت در نزد فقها علمیت است، یعنی فقهات آگاهی داشته باشه، تجوید است که قرآن را با ترتیل و درست بخوانه، و شناخت از شخصیت امام است، یعنی انسان قطع و طریق نباشه، قاتل نباشه، جانی نباشه، که چون امام به این معنا است که در امون پنج وقت نماز ما شما او را منعیز پیشوا قرار میتیم. بنابراین ملحوظ، اگر کلن اقوام میدانند که امام قاتل است، جانی است، قطعا پشت از نماز نخوانند، یک امام خوب را پیدا کنند که از این عیوب یا از این گناه ها به دور داشه. بله، بسیار خوب. جناب استاد، دیگه اسماعیل از کندوز هم تماس گرفتن و سوال را داشتن که اگر کسی که ریش خود را میتراشه پشت از او نماز میشه نمیشه، اگر بخواه یک جماعت را نماز بده؟ ما یکی نماز شدن است، یکی فعل است. فعل واقعا از دیدگاه شرعی ترک سنت معکد است، حتی
اکثریت فقها میگن نفس ریشماندن واجب است، سنت که ترک واجب میشه. بنابراین ملحوظ اگر کسی است که اونجا نیست، همه بمو گفته عامیانه ریش تراش شده هست، باز اگر یک از یا پیش میشه نماز میخوانند، یعنی بهتر است که جماعت ادا میشه، جماعت ادا میشه. اما در اونجا کسی هست که از هر حیث و سنت برابر است، قطعا پشت از او وضو تر نماز اقتدا نباید. اما کسی که به سنت برابر است، ریشش، قرائتش مطابق امو تجوید و ترتیلی است که قرآن تلاوت میکنه، باید او امامت کنه پشت از اقتدا. بله، از هر لحاظش یعنی تکمیل باشه. بله بله، بسیار خوب. امیدوار هستم که دوستا جواب سوالات خود را همتون گرفته باشین. راه ارتباطی شما با برنامه معرفت شماره تماس 0798-4012 هست و شما میتونید که سوالات خود را با ما در این بخش شریک بسازین. حالا هم دوستان عزیز یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه با شما هستیم. با چیزی اعتقاد داشته باشیم که برایش توانایی استادگی و مبارزه کردن را داشته باشیم. و آدم‌هایی که به اعتقادشان به اعتقاد هستند، توان انجام هر رسالت را دارند و هر چی که ایمان داشته باشیم، امان اتفاق خواهد افتاد. در ادامه برنامه معرفت با شما هستیم. دیل از دادم یک تماس داریم. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم، خوبه؟ خوبه، بخیر هستین؟ علیکم السلام. عادله جان هستین از فاریاب؟ بله. بسیار زیاد خوش آمدید خواهر عزیز به برنامه. سوالایت را میشه که ارائه بکنی. دو سوال دست مزمانه ایسا. یک سوال منیست که بعضی کسا داروی مادرش نیست، آیا گناه یا گناه نیست؟ آها، سوال دومه؟ باز یک سوال دیگه دارم. بعضی مرد که ریش نمه دار میده، میخواد به ریش خواب دفت کردیش، یعنی گناه داره یا نداره؟ بله، درست است خواهر عزیز، شما منتظر پاسختان باشین. وقتتان بخیر. استاد، به سوالاتشان میپردازیم که کسی که مثلا میگن برای مادر خود یک حرف را میزنه که اذیتش میکنه و صحبت های زشت را میکنه، که متاسفانه ما شاهد هستیم در این روزا، چه حکمی را از لحاظ دین مقدس اسلام داره؟ ببینین دوستای عزیز و بیننده، باید اینا متوجه باشین، پدر و مادر در مکتب اسلام از حق و حقوق بسیار والا و ارزشمند برخوردار است. پیشترم پیرامون این موضوع سوال شد، گفتیم که حق والدین بر والای فرزندها زیاد است. یک از این حقوق علل خصوص وقتی که انسان میشه در مقابلشان اوف نگوین، چی برسه به یک دو زدن و دشنام دادن. بله. صحابی پیامبر رضی الله عنه القمر رام داشتن، القمر رضی الله عنه صحابی پیامبر علیه الصلاه و السلام. شما ببینید وقتی حالت نزع قرار میگیره، صحابه میان به معذر رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که حلقمه شهادتین تلقین میشتیم، گرفته نمیتونن. پیامبر معلم بشریت میگن ببینید که حلقمه چی مشکل داره، چرا؟ بالاخره برسان میکنن، میگن تهجد میخوان، نماز میخوان، به غزوه و جهاد بود. بالاخره معلومات گرفتن که حلقمه مادر داره، گفتن بله. بعد مادر حلقمه را پیامبر به معذرش خود خواستن، سوال کردن که پیرامون حلقمه چی نظر از او راضی هست یا نه؟ مادر حلقمه گفت من به خدا و رسول دروغ نمیگم، درست حلقمه جهاد کرد، حلقمه نماز میخواند، اما مرا ناراض میساخت، قلب مرا جریحه دار میساخت. گفتن او را ببخش. گفت اگر به زبان بگویم میبخشم، اما قلبم از او مانده یا دلم از او مانده ناراض است. حضرت رسول معظم اسلام چند تا صحابه را میگه چوب بیارین که آتش کنیم. مادر حلقمه میگه چرا آتش میکنی یا رسول کریم؟ میگه آتش که شعله ور شد، حلقمه را پیش چشمای تو به آتش میندازیم. یک بار می راتفه مادری به جوش میآیه، میگه هر قدرم من ناراض باشم از فرزندم حلقمه، کجا میتونم که پیش چشمایم به آتش بفته و بسوزم؟ بعد پیامبر گرامی اسلام میگه چطور روا میداری که فرزندت حلقمه به آتش جهنم بسوزه؟ اگر تو راضی نباشی چنین میشم. بعد از دل جان رضایت میته و القمر رضی الله عنه شهادتین میخواند، جان به جانان میده. این به خاطر از این میگم ما اعمال و حسنات را که انجام میتیم برای حفظش هم برنامه داشته باشیم. حقوق والدین رعایت کردن وجیبه ما هست، چی برسه برای ما پدر و مادر چپ نگاه کردن، دشنام دادن. ای از جمله گناه هایی است که واقعا خداوند ما شما را بر حذر داشته و دین مقدس اسلام تاکید بر رعایت حقوق والدین کرده. بله، و همچنان یک سوال دیگه داشتن، یکان مردا که مثلا ریش میمانه و بعضی ها
دشنام میته که خاک دری شد یا بعض موارد دیگه چوک مدار از لاز دین مقدس اسلام افراد که چنین دشنام هایی را میته یعنی پروردگار چه حکم یا چه جزایی در خبالشان داره؟ شما ببینید که اسلام پیرامون حفظ آبرو شخصیت هر انسان تاکید میکنه، آنچنانه که ما دوست نداریم که آبرو شخصیت ما را کسب ریزانه دشنام بته، به خودم اجازه ندیم کسی را دشنام بتیم، بریشش و چهرهش و قیافهش نگاه کنیم و بخندیم و دشنام بدیم. حتی تمسخر کردن را اسلام اجازه نمیده. حق نداره که قوم بر بالای قوم دیگه بیاد تمسخر کنه، داش خندش بزنه، چی برد دشنام دادن. دشنام دادن عدم رعایت حقوق اسلامی ما است که در مقابل یک برادر یا خواهر در مقابل یک برادر خود هر کی باشه رعایت نمیکنه، گناه است. از این عمل باید دست بکشند. اگرم عزیزی را که با همین جملات دلش را جریحه دار کردن یا ناراحتی ساختن باید معذرت بخواهند. بله بسیار خوب. بازم تماس داریم. خواهر ما امیرا از بغلان زیبا تماس گرفتن. سلام وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام. متاسفانه که تماسشان قطع شد و یکی از دوستای دیگه که تماس گرفته بودن در جریان که میان برنامه داشتیم، برادر ما ابراهیم از کندوز و اوقات نماز تهجد را خواسته بودن که در کدام زمانی نماز باید ادا شود، از کدام زمان تا کدام زمان ما فرصت از این را داریم که نماز تهجد را ادا بکنیم. ثلث اخیر شب که بارها گفتیم پیش از دمیدن صبح صادق که فلحال نظر به تایم ساعت اگر بگویم ممکن ساعت 3:10 صبح صادق ممکن بدمه، تخمین کم بیشتر و یا کمتر، یعنی اگر ساعت 2 بجه بلند شوند تا ساعت 3 بجه بهترین تایم است برای خواندن نماز تهجد. بسیار خوب. بله بازم تماس داریم. خواهر ما امیرا از بغلان زیبا تماس گرفتن و چند دقیقه قبل تماسشون قطع شده بود. بسیار زود خوش آمدین به برنامه معرفت. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعتون خوب بخیر. علیکم سلام، خوش آمدین، بفرمایید سوالتون را. سوالم درباره این بود که ناخن دست پای یک چیزی گیری گناه نداره در یک روز؟ بسیار خوب، دیگه سوال ندارین؟ نه خیر نیست. بسیار خوب، وقتتون بخیر. استاد قسمی که در جامعه که ما زندگی میکنیم از طفولیت خودمون بارها شنیدیم بعضی موارد را که مثل جارو کردن خانه در شب، همزمان ناخن گرفتن دست و پا یا در شب ناخن گرفتن، این موارد. و خواهرمون سوال داشتن که اگر همزمان ناخن دست و پا را بگیریم کدام مشکل داره یا نداره؟ هیچ نوع شگونه نیست، از نگاه دینی هیچ مشکل نیست. ما بعضی شگونهای عجیب و غریب در زندگی بله بر اساس امو باورهای نادرست داریم، یک تعداد اگر بگوییم بعید نیست. مثلا اگر ببینین مرغ مگه آزان داد در شام سر ازیر باید بزنین یا صبح وقت، یا ای که اکک سر و صدا کرد شگون بد داره، و یا ای که ناخون را گرفتین یک جایی کدامش، هیچ شگونی نداره. نظافت جز ایمان است و گرفتن ناخون در شریعت سرش تاکید شده، از نگاه طبی هم مفید است. بله دیگه اگر یک جا هم بگیرن اشکال نداره، اگر جدا جدا هم بگیرن از نگاه شرعی کام باشه. بسیار خوب. بله آخرین تماس هم میگیریم. صفی اولا از هرات زیبا تماس گرفتن. سلام وقتتون بخیر، خوش آمدین به برنامه معرفت. علیکم السلام، تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین، بفرمایین سوالتون رو. بخیر باشین. خواستم از جناب استاد سوال کنم کمی فضیلت روزه در روزهای شنبه و دوشنبه و پنجشنبه چی فضیلت داره و چی اندازه ثوابیه؟ بسیار خوب برادر عزیز، یکم سوال ندارین؟ تشکر، سلامت باشین. آها وقتتون بخیر، منتظر پاسختون باشین. استاد در رابطه با ناخون که صحبت کردیم یک خاطره جالبه که یاد اومد، گفتم بگویم. زمانی که من طفل بودم ناخون که میگرفت مادر جان میگفت پاره که دسته که گرفتی برو یک ده قدم بگرد که باز بیا پای بگیری که هم زمان گرفته نشه. یک خاطره جالب بود که خواستم بیان بکنم. و برادر ما صفی الله از هرات زیبا هم تماس گرفته بودن و در رابطه با فضیلت روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه خواستن که در رابطه با این معلومات بتین. قسم که حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومد گرفتن روزه روزهای دوشنبه و پنجشنبه که خود پیامبر علیه الصلاه و السلام به مداومت داشتن ایام 20
که ماه 14 15 16 میشد ایام 20 میگفتند این وقت و دوشنبه و پنجشنبه بسیار فضیلت داره، خیلی ثواب داره. یعنی اگر بگیرین مستحب است، مستحسن است، یکی از سنت های زواید پیامبر است. اگر نمیگیریم یعنی به شکل واجبی نیست. اگر کسی نیت میکنه روز دوشنبه را روزش را، مثلا در نیم روز مشکل پیدا میکنه یا یک جای نمیتونه پیش ببره، این روز را اگر باز میخوره باز این را باید قضا بیاره. چرا؟ هر مستحب وقت آغاز کردی برات واجب میشه، چون تو را شروع کردی، اگر خوردی باید اونم روز را قضا بیاری. بله. اگر شروع کردم مستحب را برش واجب بله. میشه، باید تا پایانش پیش را... اگر نمیتونم مثلا روز را خورد قضا باید بیاری، یک روز بله. نیت کنم قضا بیاری و گرفتنش ثواب بسیار زیاد داره. افرادی که مثلا دوشنبه و پنجشنبه، چون که میگن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزهایی است که میشه که اعمال ما جمع‌بندی شوه و به عرش فرستاده شوه و همه در کل روزهای خداست و همه ما و شما خوب باشیم و کارهای نیک و پسندیده را انجام بدیم. در لحظات پایان برنامه معرفت با شما هستیم و سپاسگزار هستیم که امروز هم داشته های ما را یک و یک دنبال کردین. در روزهای آینده هم ما را فراموش نکنین. بقیه برنامه های تلویزیون آرزو را دنبال بکنین. خداوند یار و یاورتان.